مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری که ساعتی پیش برگزار شد به طیف وسیعی از مسائل روس پرداخت، از جمله شیوع جهانی ویروس کرونا، عملکرد مقام‌های ایران در مقابله با این بیماری و نیز انتخابات ایران و صلح افغانستان. همکارم فرهاد پولادی که در این کنفرانس خبری حضور داشته از محل وزارت خارجه آمریکا با ماست. فرهاد، لطفاً از نکات مهم سخنرانی آقای پامپو در ارتباط با ایران برای ما بگو. بله، همونگونی که تو دیباچه هم بهش اشاره کردین، آقای پامپو ابتداعاً از پنهانکاری مقامات ایران در رابطه با ارائه داده‌های حیاتی در رابطه با شیوع بیماری ویروس جدید کرونا که همون کووید 19 نامگذاری شده انتقاد شدید کرد. گفتش بعد از جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران بالاترین تعداد افراد مبتلا را تا حالکنون گزارش کرده و برای اینکه بیشتر از این جلوگیری بشه از شیوعش، باید مقامات جمهوری اسلامی با جامعه جهانی همکاری کنند. همچنین در رابطه با آنچه که جمهوری اسلامی در جمعه برگزار کرد، یعنی انتخابات مجلس، صحبت‌هایی داشتند که با هم می‌شنویم. This weekend the Islamic Republic held another rigged parliamentary election. این هفته جمهوری اسلامی ایران یک انتخابات پارلمانی تقلبی دیگر برگزار کرد. ایالات متحده صدای انزجار مردم ایران از سرکوب رژیم آن کشور را شنید. مردم از سراسر کشور برای ما پیام فرستادند. یک ایرانی گفته بود من رأی نخواهم داد. رأی دادن یعنی مشروعیت بخشیدن به این رژیم فاسد. ما با رژیم در جنایاتش شریک نخواهیم شد. دیگری در پیامش نوشته بود من در زندگیم رأی ندادم و به هیچ عنوان برای این نظام مافیایی رأی نخواهم داد. ایالات متحده در کنار مردم ایستاده و از خواسته آنها حمایت می‌کند. اینها مردمی هستند که عاجزانه می‌خواهند صدایشان در یک انتخابات آزاد و عادلانه شنیده شود. بله، آقای پامپو همچنین به همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان اشاره کرد که مذاکراتی رو در یک سال گذشته دولت پرزیدنت ترامپ با طالبان داره انجام میده و تو این هفته‌ای که هنوز توش هستیم منجر به یک توافقی به نام کاهش خشونت منجر شد. آقای پامپو با اشاره به اون گفتش که اگر کماکان این کاهش خشونت ادامه پیدا کنه، مشروط بر اینی که طرف مقابل تن بده به اون کاری که باید انجام میداده، 29 به یک توافق ابتدایی امضا خواهیم کرد بین آمریکا و طالبان که شامل شروع مذاکرات بین گروه‌های افغانستانی باشه و همچنین کاهش تدریجی نیروهای نظامی آمریکا از اون کشور. خب می‌دونیم که آمریکا نزدیک 19 ساله در اون کشور حضور نظامی داره و پرزیدنت ترامپ یکی از وعده‌های انتخاباتیش این بودش که کاهش نیروهای آمریکایی خارج از آمریکا در برنامه کاریش هستش که می‌خواد اون رو اجرا کنه.